سرخط خبرها. ایجاد حکومت مشترک بخش از اجندای نشست ترکیه. خلیلزاد در دوحه همچنان سرگرم دیدار با هیئت‌های دو طرف است. ادامه رایزنی ها روی نهایی شدن فهرست هیئت جمهوریت برای نشست ترکیه. نگرانی از چگونگی جایگاه جوانان در این نشست هنوز هم پابرجاست. خود وند به نظر که نیول کیگی ده قومون و ده دقوم به نظر که نیول طبعا زوانان به نظر که نیول کیگی. 7 کشته و نزدیک به 30 زخمی در ناآرامی های امروز. در پایتخت مردان تفنگدار یک مسئول اداره ملی احصایه و معلومات را کشتند. اداری خدمات و رئیس در طالبان الاخوا پنخه شوه او شهید شوه ده. و وضعیت نگران کننده در برازیل. در یک شبانه روز کرونا جان بیش از 4000 تن را گرفت. سلام به شما. امریکا و سازمان ملل در تلاشند تا یک توافق پایدار در مورد ساختار آینده سیاسی افغانستان با طالبان در نشست ترکیه به دست آید. یک منبع و تلویزیون یک گفته که بحث در مورد ایجاد حکومت مشترک بخش از اجندای این نشست است که سوی زلمه خلیلزاد به هیئت‌های دو طرف سپرده شده است. وزارت خارجه امریکا هم گفته که خلیلزاد و تیمش در دوحه با هیئت‌های حکومت و طالبان دیدار می‌کند تا از طریق سیاسی جنگ در افغانستان پایان یابد. بهاءالدین انصاری جزئیات می‌دهد. نشست ترکیه تعیین کننده است و امریکا و سازمان ملل تلاش دارند تا یک توافق همه جانبه و قابل پذیرش برای همه در نتیجه این نشست به دست آید. یک عضو هیئت حکومت در دوحه به تلویزیون یک میگوید که امریکا و سازمان ملل متحد در تلاشند تا یک توافق پایدار در مورد ساختار سیاسی آینده افغانستان با طالبان در نشست ترکیه صورت گیرد. خبر را پیه بهم کده نوازه پیکر نکنم چه در جایی بهم پس صورت کده تاریبان دوی سر دو منی چه در ترکیه مجلس تی ریاضو یا اغا کامیابه کیش. این عضو هیئت تایید میکند که اجندای نشست ترکیه را از زلمه خلیلزاد دریافت کردند و هیئت مشغول انسجام و توحید دیدگاه است. به گفته منبع، اجماع سیاسی برای حل زود هنگام بحران افغانستان، ایجاد حکومت مشترک، اجماع منطقه‌ای و جهانی از بخش‌های مهم اجندای نشست ترکیه خواهد بود. منبع این را هم گفته است که هر توافق در ترکیه از سوی هیئت‌های حکومت و طالبان در دوحه به پختگی خواهد رسید و نشست‌های دو طرف همچنان برای بررسی و عملی کردن نتایج نشست ترکیه ادامه خواهد یافت. در این نشست ها همه جوانب تلاش دارند که برای تاثیرگذار بودن بیشتر نشست ترکیه بر روند صلح افغانستان روی یک اجندایی که بتانه بین هر دو طرف مذاکره دیدگاه مشترک و نزدیکی ایجاد کنه کار صورت بگیره تا موجب تامین صلح پایدار و باعزت در افغانستان شود. همزمان وزارت خارجه امریکا تایید میکند که زلمه خلیلزاد و تیمش در دوحه تلاش میکنند تا گفتگوهای صلح مفید واقع شود و طالبان با توافق روی آتش بس عملیات بهاری خود بر ضد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آغاز نکنند. سطح خشونت ها خیلی بلند است. طالبان باید خشونت ها را کاهش داده و عملیات بهاری خود را آغاز نکنند. جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد و جامعه جهانی می خواهد جنگ از راه سیاسی در افغانستان پایان یابد. اما در اسلام آباد وضعیت افغانستان در صدر اجندای گفتگوی وزیران خارجه روسیه و پاکستان قرار دارد. رویکرد ما صلح پایدار در افغانستان است. روند صلح بر بنیاد اصلهای اساسی که همه ما از آن پیروی می کنیم و یک راه حل سیاسی معنادار را برای افغانستان ارائه کند به نفع افغانستان و نیز کشورهای اطراف افغانستان است و از آن پشتیبانی می کنیم. ما در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردیم. روسیه و پاکستان در مورد موضوعهای گوناگون در افغانستان دیدگاه مشترک دارند. هر دو کشور خواهان تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان از طریق یک رای حل سیاسی هستند. در حالی که تا اکنون زمان دقیق نشست ترکیه روشن نیست، اما منابع گفتند که برگزاری این نشست به روز 16 ماه روان میلادی میان تمامی طرفها مورد بحث بوده است. نقطه آغاز میتانه باشه برای ای که قدرت سیاسی را تقسیم بکنه
نه تنها به شکل ائتلافی بین یکی دو گروه، بلکه به شکل یک دولت مشارکتی که طرح جدید صلح نیابتی از طرف بیرونی ها است و اونها به این توافق کردند که منافعشان را در افغانستان از این طریق به دست بیارن. شورای عالی مصالحه ملی گفته است به گونه احتمالی ترکیب هیئت جمهوریت در نشست ترکیه 16 تن یا بیشتر از آن خواهد بود، اما طالبان درباره ترکیب هیئتشان در این نشست تا کنون چیزی نگفتند. همزمان رئیس جمهور غنی هم طرح صلح خودش را برای نشست استانبول آماده کرده و روز گذشته آن را در ارگ ریاست جمهوری تشریح کرده است. طرح رئیس جمهور غنی در مورد صلح دارای سه بخش شامل ثبات سیاسی، ایجاد حکومت صلح و مشوره درباره صلح است. رئیس جمهور غنی میگوید طالبان از آتش بس ترس دارند و فکر میکنند که جامعه آنها را نخواهد پذیرفت. هادی سحر گزارش میدهد. با نزدیک شدن و جدی شدن نشست صلح در ترکیه، رئیس جمهور غنی هم از طرح صلحش رونمایی کرده است. این طرح که چارچوب برای نقشه راه صلح نام دارد، دیروز در ارگ ریاست جمهوری رونمایی شده و سه مرحله دارد. بخش اول این طرح زیر عنوان ایجاد ثبات سیاسی شامل موافقت بر سر موفقیت نهایی، توافق بر سر آتش بس و نظارت بین المللی، توافق بر اصلهای دولت صلح و دست آوردن ضمانت بین المللی و منطقه‌ای و جستجوی ساختاری برای مبارزه با حراس افغانی است که باید از سوی لوی جرگه تایید شود. ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف نیست، نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد. بخش دوم در مورد ایجاد دولت صلح است. این بخش نیز شامل گرفتن تدابیر لازم برای حرکت به سمت موفقیت نهایی، اقتدار قانون اساسی و ساختار قانونی برای اجرای آن، برنامه های حکومتداری و توسعه، امنیت، آتش بس و برگزاری انتخابات است. به جای از آتش بس میترسه، خیال میکنه که اگه آتش بس نکدن جامعه اینا رو رد میکنم. من به نمایندگی همین جامعه تعهد میکنم که مذاکرات سیاسی ما به صورت تعهد ملی و اسلامی از این جامعه انجام میدیم. بخش سوم شامل تقویت صلح از طریق یک نقشه راه، ساختار قانون اساسی، ساختار سیاسی، بازگشت مهاجران و بیجا شدگان به زندگی عادی، تامین امنیت و اولویت های توسعه است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نیز طرح صلح را با دولت، طالبان و رهبران سیاسی در میان گذاشته که در آن به گفته یک منبع دولت انتقالی صلح مشترک با طالبان پیشنهاد شده که به گونه موقت تا برگزاری انتخابات اداره کشور را بر عهده می‌گیرد. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری گفته پلیس عاملان قتل یما سیاوش را بازداشت کرده است. آقای صالح در تویترش نگاشته است که این گروه 11 نفری طالبان در شمار زیاد از بمبگذاری ها ده ها ماینگذاری و از جمله قتل یما سیاوش دست داشتند، اما خانواده از سیاوش این ادعای دولت را دروغین خوانده است. یما سیاوش با دو همکارش در ماه عقرب سال گذشته در پی انفجار در کابل جان باخت. بحث‌ها در شورای عالی مصالحه ملی در مورد نقش جوانان در نشست ترکیه ادامه دارد. معاون شورای عالی مصالحه ملی گفته هنوز فهرست هیئت دولت افغانستان برای این نشست نهایی نشده، اما تلاش‌های جدی وجود دارد تا یک فهرست همشمول تدوین شود. در این میان شمار از جوانان با انتقاد از سیاست‌های آنچه میراثی و قدرت طلبی رهبران میخوانند میگویند که زمان آن فرا رسیده تا سرنوشت صلح و جنگ افغانستان به نسل نو انتقال کند. میلاد سیار گزارش میدهد. انتقادهای جوانان از جای خالی نسل نو در تصمیم گیری های کلان سال از کابل تا دوحه و مسکو همچنان پا بر جاست. تیم مذاکراتی دولت افغانستان در انحصار یک تعداد محدود از رهبرزاده ها و همچنان کسایی هستند که طی 40 سال گذشته اونا به این ملت و به کشور ما اصلا خدمت نکردن. به صورتی که حکومت همکاری خود نادیده بگیره و جهان را در نظر نگیره، متاسفانه هیچ امیدی از این مملکت و آینده این مملکت نمیده. ترس مشابه از ادامه این وضعیت در نشست ترکیه جوانان را نگران ساخته است. ارگ به این نگرانی ها پاسخ روشن ندارد، با وجود آن که بر بنیاد گفته های منبع ها نشست ترکیه به احتمال زیاد در 27 حمل برگزار خواهد شد. متاسفانه در وقت های حساسی که باید نقش جوانان
ازشان استفاده شوه و نظریاتشان قابل قبول بزرگا باشه و به نظریات ازیا احترام قائل شه، متاسفانه کمتر دیده میشه. معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید بحث ها در این شورا پیرامون تقویت نقش جوانان در نشست ترکیه ادامه دارد. بر بنیاد گفته های این مقام شورای عالی مصالحه، فهرست هیئت دولت افغانستان برای این نشست نهایی نشده، اما تلاش جریان دارد تا یک فهرست همشمول باشد. در لیست خود روز نده جور سوی خود چه خود ونده به نظر که نیول کیگی ده قومون و ده دقوم به نظر که نیول کیگی طبعا زنان به نظر که نیول کیگی. شماره از جوانان باور دارند که قدرت طلبی و سیاست‌های میراثی رهبران فضا را برای نسل نو در معادله صلح افغانستان تنگ‌تر ساخته است. انتظار دارند تا تصمیم‌گیری‌های صلح و سرنوشت افغانستان باید بعد از این به نسل نو انتقال کند. داشته باشند و به نظر ما خیلی ها وقتش است که عقب بشینن و فرصت به دیگران بدن تا نسل جدید بیاین. افغانستان تجربه بن را در کارنامه دارد. نشست کلانه که سرنوشت امروزی این کشور را رقم زده است. به اضافه دستاوردها و تقویت نظام مردم سالار، درشترین اشتباه سیاسی این نشست با باور تحلیلگران نادیده گرفته شدن همه طرفها به شمول جوانان بود. در آخرین تحلیل خواستها بر این است تا سرنوشت صلح افغانستان به مالکیت جوانان صورت گیرد. نسل جوان امروز با نسل جوان 25 سال پیش فرق میکنه و گذشته از او اینا مالک اصلی افغانستان هستن، باید سهیم باشن. نشست ترکیه برای سرنوشت صلح و جنگ افغانستان حیاتی خوانده می شود. با توجه به اهمیت این نشست، جوانان به نشانی های ارگ و سپیدار پیوسته درخواست می فرستند تا سهم و نقش جوانان را در نشست ترکیه مشخص کنند. ائتلاف از چندین سازمان مربوط به خانواده های سربازان و نظامیان بازنشسته آمریکایی با ارسال نامه ای از رئیس جمهوری آمریکا خواستن به تعهدهای اداره پیشین مبنی بر بیرون کردن سربازان آمریکایی از افغانستان تا تاریخ اول می عمل کند. این ائتلاف افزون بر خانواده های سربازان شامل چندین گروه فعال در عرصه حقوق نظامیان و گروه های پشتیبان پایان جنگ است. بر اساس تفاهم‌نامه که در دوحه میان گروه طالبان و آمریکا امضا شد، باید تا اول ماه می سربازان آمریکایی افغانستان را ترک کنند. چندین بزرگ شهر کشور امروز گواه رویدادهای ضد امنیت بود. در این رویدادها دست کم 7 تن کشته و نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. مجلس نمایندگان میگوید که ادامه این خشونت‌ها بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد. تفنگداران ناشناس در منطقه قلعه وزیر ولسوالی پغمان بامداد امروز هنگام بر محمد اسماعیل سحاک رئیس اداره احصای مرکزی تیراندازی کردند که میخواست از خانه به سوی کارش برود. سحاک در این رویداد جان باخته است. نن د پلازمین کابل په پغمان ولسوالی کې د احصای او معلوماتو د اداري خدماتو رئیس د طالبانو لخوا پنخه شوی او شهید شوی دی. در ننګرهار هم انفجار یک ماین جاسازی شده در ناحیه دوم شهر جلال آباد 2 تن را کشت و 18 تن دیگر را زخمی کرد. تورستان بیا پدې خپل شوم اعمال سره دوی د لغمان رسمه کې کمین چې د ملکی هیوادوارو په منځ کې ځای پر ځای کړی وو چې بدبختانه دغه د انفجار د وجه څخه یو تعداد زمو ملکی هیوادوار زخمیان سوی دی او دوه نفره متاسفانه په شهادت رسیدلی دي. تخار گواه حمله طالبان مسلح بود. جنگجویان این گروه بر مرکز نظامی روستای خواجه بندکشاه ولسوالی اشکمش حمله کردند که به گفته یک منبع در پی آن 5 نیروی امنیتی کشته شدند، اما پلیس تخار شمار کشته ها را 2 تن می گوید. در نتیجه 8 تن از افراد این گروه کشته شده و بیشتر از 10 نفر زخمی داشتند. متاسفانه در این درگیری قمندان طلای تقویتی ما با یک نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیده. در قندوز هم درگیری ها میان طالبان و نیروهای امنیتی از هر دو طرف تلفات بر جا گذاشته است. پلیس میگوید 20 جنگجوی طالبان در این درگیری ها کشته شدند. یک نیروی ارتش هم جان باخته است. نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی مامسر به خاطر سرکوب گروه توریستا عملیات مشترک را اندازی کردند که در نتیجه 20 نفر توریستا کشته و
15 نفرشان به شمول ولسوالی نامنهادشان به نام حافظ عمر و اسدالله یک تن از سرگروهان مشهورشان مجروح شده و یک عدد وسایل سرایچه‌شان تخریب، مقدار سلاح و مهماتشان حریق از بین رفته و 5 باب موازیشان نیز منحریم گردیده. در پکتیا مردان تفنگدار ناشناس در روستای تاروخیل مچلغو به یک مراسم عروسی حمله کردند که در نتیجه پدر داماد جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مجلس نمایندگان و شمار از آگاهان نظامی نهادهای امنیتی را در مهار رویدادها به ناتوانی متهم می کنند. قتل های هدفمند، عملات انفجاری، بی‌ثباتی اقتصادی اجتماعی سیاسی را ایجاد نموده است. این در حال است که حکومت طبق قانون اساسی مکلف به تامین امنیت و رفاه اجتماعی است و باید به این مسئولیت قانونی خود پی برده و مسئولیت و ثبات جامعه را تضمین کند. مخالفان مسلح عمدتاً طالبان انتقام موجودگی دولت از مردمان عادی و از نیروهای عادی قوای مسلح که عبارت از سربازان و سرمنصبان پایین رتبه در خطوط اول جبهه و خصوص در پولیس هستند از اونها میگیرند. به گونه معمول با پایان یافتن فصل سرما میزان خشونت ها در کشور بالا می رود. امسال هرچند به دلیل شدت گرفتن تلاش ها برای دستیابی به یک توافق صلح میان حکومت و طالبان، انتظارها بر این است که میزان خشونت ها به گونه چشمگیر کاهش یابد. برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان گفته شهروندان نیازمند کمک در این کشور تا پایان سال روان میلادی به 18 میلیون تن خواهد رسید. در گزارش این نهاد آمده که اگر صلح در افغانستان برقرار شود، احتمال دارد تولید ناخالص داخلی 7% افزایش یابد و درآمد و تأمین بودجه در افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. سازمان ملل گفته اگر صلح پیشرفت نکند و حکومتداری در افغانستان بهبود نیابد، رشد سریع جمعیت با توجه بر رشد اندک اقتصادی منجر به کاهش درآمد سالانه ملی و بلند رفتن گراف فقر خواهد شد. رئیس و شمار از عضوهای مجلس نمایندگان بار دیگر از حکومت میخواهند تا نامزد وزیران تازه را به این نهاد معرفی کند. شمار از عضوهای مجلس میگویند که حکومت به این خواستشان پاسخ نمیگوید و میخواهد سرپرستان را نگه دارد. از سوی هم برخ آنان متوقف کردن کار برخ پروژه های توسعه از سوی وزارت مالیه را خودسری سرپرست این وزارت میخوانند. بسم الله الرحمن الرحیم. شماری از عضوهای مجلس میگویند حکومت به پایان دادن کار سرپرستان در نهادهای حکومتی پاسخگو نیست و میخواهد این سرپرستان را نگه دارد. نوژغ برکوی در سرپرستان خاتمه ور که وزیر صاحب معرفی که دغه پارلمان ته معرفی که لوی سرنگوال معرفی که کازل کوزات معرفی که نور وزیران معرفی که بسته بالا د ترکمه د سرپرستی ته خاتمه ور که ګرم ور سرپرستی که زغه لري هر څه بکی تو ولی وزیران نه معرفی که وزیران معرفی که غل دی که نه ولی خدای نه وډار صاحب. رئیس مجلس بار دیگر از حکومت میخواهد تا نامزد وزیران تازه را به مجلس معرفی کند. متاسفانه بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها توسط سرپرستان اداره می گردد که مطابق قانون اساسی مشروعیت ندارد. ما بارها از خانه ملت به جانب حکومت صدا کردیم که به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده و مطابق قانون اساسی نامزد وزرا باید برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. ارگ به تماس های ما در پیوند به این خواست های مجلس پاسخ نگفت. در حال حاضر 7 وزارت همراه با ریاست بانک مرکزی و نیز دادستانی کل از سوی سرپرستان اداره می شود. از سوی هم شماری از عضوهای مجلس نگران توقف کار پروژه های توسعه‌ای از سوی وزارت مالیه اند. آنان می گویند سال پار هم بسیاری پروژه ها انجام نشد و پولش معلوم نیست چه شد. سال گذشته پروژه ها انجام نشد. متاسفانه به تالار نیاوردند که پول بودجه سال گذشته کجا شد. و امسال هم پروژه را کشیدند از بودجه، پول از این کجا میشه؟ بودجه ملی به عنوان قانون به تصویب رسیده است، باید عملی شود. هر پروژه که شامل بودجه شده است پروژه ملی بوده و به مردم افغانستان تعلق دارد. ولسی جرگه متحد است تا تطبیق آن نظارت کند. پیشتر وزارت مالیه در نامه به وزارت فواید عامه از این نهاد خواسته بود که کار برخی پروژه های توسعه‌ای سال مالی 1400 را متوقف سازد.
وزارت مالیه دلیل توقف کار این پروژه ها را اولویت بندی پروژه های ملی و آوردن نظم مالی گفته است. کمتر از یک سوم جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارند. سیگر یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داده که آمار کسانی که در افغانستان به برق دسترسی دارند به 30% کل جمعیت می رسد. در این گزارش آمده که دسترسی محدود به شبکه برق قابل اعتماد عامل کندی رشد اقتصادی افغانستان است. در 24 ساعت پسین در برزیل بیش از 4000 تن به اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر بنیاد گزارش ها بیمارستان ها پر از جمعیت است و مبتلایان در انتظار درمان در برخ شهرها جان خود را از دست می دهند. آمار کل تلفات در این کشور اکنون به 337,000 تن رسیده است. از نظر آمار مرگ و میر حالا برزیل پس از امریکا دومین کشور در جهان است. این خبر و خبرهای دیگر از جهان در این بسته خبری. در 24 ساعت پسین در برزیل بیش از 4000 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر بنیاد گزارش ها بیمارستان ها پر از جمعیت است و مبتلایان در انتظار درمان در برخی از شهرها جان خود را از دست می دهند. آمار کل تلفات در این کشور اکنون به 337,000 تن رسیده است. از نظر آمار مرگ و میر حالا برزیل پس از امریکا دومین کشور در جهان است. ایران انفجار در یک کشتی ایرانی در دریای سرخ را تایید کرد. وزارت خارجه ایران میگوید این رویداد زیان جانی به همراه نداشته و بدنه کشتی دچار آسیب جزئی شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از کشتی ساویز با عنوان ایستگاه لوجستیکی ایران در دریای سرخ نام برده و گفته است که این رویداد را از طریق مراجع بین المللی پیگیری خواهد کرد. آمریکا با کمبود ساس بادنجان رومی یا کچپ روبرو شده است. دلیل کمبود این چاشنی محبوب افزایش تقاضا در دوران کرونا برای کیسه های کوچک یک بار مصرف ساس است. هاینز پرفروشترین مارک ساس کچپ در امریکا گفته که افزایش تقاضا به دلیل اوج گرفتن سفارش غذا از خانه ها است. با نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، بهای بسته های ساس کچپ از جنوری 2020 نزدیک به 13% بیشتر شده است. تازه های ورزش با ظاهر نوری. اونی در قرار است تا 3 روز دیگر عبدالسمی فیضی و واحد نژند، دو ورزشکار رشته مبارزه های آزاد کشور در سازمان جهانی فایت نایت گلوبال در برابر حریفانشان پا به میدان رقابت بگذارند. این رقابت ها را تلویزیونی یک به گونه زنده پخش می کند. دیشب هم حسین بخش سفری حریف روسیش را در مسکو شکست داد. سفری نخستین ورزشکار افغانستان است که در سازمان ایگل چنین پیروزی را به سود افغانستان رقم می زند. ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی و برخی مقام های بلندپایه حکومتی در پیام های پیروزی سفری را خجسته باد و یک دستاورد خوب گفتند. رقابت های بسکتبال 3 نفره که در ولایت غزنی برگزار شده بود با قهرمانی تیم شمشاد به پایان رسید. این پیکارها به پشتیبانی از گشایش بند کمالخان راه اندازی شده بود. تیم جوانان روحانی دوم شد و تیم امپراتور مکان سوم را در اختیار گرفت. دور رفت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با انجام دودیدار آغاز شد. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های این مرحله، رئال مادرید در خانه از لیورپول پذیرایی کرد که این بازی با پیروزی تیم زیدان به پایان رسید. رئال مادرید توانست در این بازی با نتیجه 3-1 به پیروزی دست پیدا کند تا با خیال کمی راحت‌تر پای به بازی برگشت بگذارد. ستاره رئال مادرید در این بازی وینیسیوس برازیلی بود که 2 گل به ثمر رساند. دیگر گل رئال را هم آسنسیو به ثمر رساند. محمد صلاح هم تک گل سرخپوشان آنفیلد را زد. اما در دیگر بازی برگزار شده دو تیم منچستر سیتی و بروسیا دورتموند به مسافه هم رفتند. این بازی که در انگلستان و به میزبانی سیتی برگزار شده بود با پیروزی 2-1 سیتیزن ها به پایان رسید. در بازی های امشب پورتو در برابر چلسی قرار می گیرد و بایر مونیخ با پاریس سن ژرمن مساف می کند. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری است. توجه همراهیتان، جهان سپاس، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.